من محمد تنگستانی هستم، یا به قول معروف محمد تنگستانی هم، و شما ملت ستمکش ایران بدون هیچ وقفه و سلام و احوالپرسی که مزید زمان است و هر خبر ممد حیات فرد یا جماعتی و چو منتشر شود مفرح ذات، در این برنامه که توسط خود شما تهیه میشه میگید که تو شهر و روستا و محلتون چه خبره؟ ملت ستمکش ایران چه خبر؟ سلام عرض میکنم خدمت آقای تنگستانی. نیکان هستم، متولد 1381. 4 سال پیش اسم یه پروژه به گوش ما خورده بود به نام پروژه ایران فقط تهران نیست، که یه پروژه هنری ژورنالیستی بود و در واقع اونجوری که ما متوجه شده بودیم برنامهش این بود که در واقع آرتیستا و یا هنرجوی شهرستان رو پیدا بکنه، باشون مصاحبه بکنه، اولویت قرار بده بچه شهرستان رو و این فرصتی که ازشون گرفته شده بود رو تا حدی سعی کنه بهشون برگردونه و یک گامی بر ترتیب برداره در جهت شناخته شدنشون یا روحی دادن بهشون. منم این فرصت رو داشتم و با آقای تنگستانی مصاحبه کردم، از رسانه ایران وایر پخش شد. تو شرایطی با من مصاحبه شد که من کارام بسیار کیفیتش پایین بود، میکس، مستر، ارنج، تنظیم، تمامی ارکان لازم برای تولید یک اثر حرفه‌ای رو بلد نبودم و فقط بلد نبودن نبود، گاهی اوقات شما بلد نیستی، اوکی پولشو داری میری، پول میدی یه کسی که بلده، مهندس صدا است، رشتهشه، اون برات میکس میکنه، مستر میکنه، کارو ترتمیز تحویل میده بهت و پخشش میکنی، میدی به رسانه، رسانه هم خب با کمال باز میپذیره و پخشش میکنه. ولی من و دوستانم پولش رو هم نداشتیم، یعنی بودجه اقتصادیش رو هم نداشتیم، نه اندوخته مالی داشتیم نه اندوخته علمیشو. در نتیجه کارو ضبط خونگی بود با کیفیت پایین و یک موضوع دیگه هم این بود که ما حتی امید نداشتیم، یعنی امید به تحصیل آکادمیک در این رشته و این حوزه هم نداشتیم، چون اساسا هنرستانی وجود نداشت تو شهر ما، یه هنرستان موسیقی دخترانه بود که اونم با وضعیت به شدت نامطلوب و به شدت مفتضحی کار میکرد. به هر حال مصاحبه اتفاق افتاد و الان 4 سال گذشته، من در حال حاضر خودم کارمو تنظیم میکنم، خودم کارمو میکس میکنم، مستر میکنم، کارام همچنان ضبط خونگیه ولی خب کیفیتش خیلی عوض شده، خیلی بهتر شده، کارام لیبل میخوره از رسانه های معتبر جریان فرعی موسیقی پخش میشه. در نهایت فکر میکنم که بعد بودجه و انرژی بیشتری خرج همچین پروژه و همچین حرکت هایی بشه. کسایی که قدرت رسانه‌ای دارن، کسایی که تریبون دارن، دغدغه فرهنگی هنری دارن و آگاهن از وضعیت مبتذل و فاسد مسلط بر هنر و فرهنگ ایران و حتی جهان، بیشتر باید انرژی صرف بشه. ما واقعا پتانسیلایی داریم که دارن هدر میرن، بچه‌ای هستن که دارن هدر میرن، بیشتر باید بهشون اهمیت داده بشه. خیلی متشکرم، مرسی از فرصتی که دادید. خیلی خوشحالم که تونستم صدای شما باشم. تریبونی در اختیارتون بذارم و هیچ وقت دغدغه معرفی افراد شناخته شده رو نداشتم، بیشتر دغدغم این بوده که به بچه‌های شهرستان و بچه‌های روستاهای ایران بپردازم، یا اینکه هنرمندان ناشناخته ای رو که تریبونی به دلیل سانسور و خفقانی که در ایران هست در اختیارشون گذاشته نشده، به نوعی صداشون صدایی مخالف اون چیزی که حکومت ایران میخواسته باشه باشم. در نتیجه وقتی که این فیلم رو این دوست هنرمندمون واسه من فرستاد، بدون تعارف تمام خستگی این چند روز که نه، این چند ماه هم نه، تمام خستگی این چند سال از تنم در اومد. خوشحالم که پروژه ایران فقط تهران نیست که مخصوص کارآموزان هنر بود سبب شد که الان هنرمندانی در عرصه هنر در حوزه‌های مختلف کار بکنند. از اون تعداد زیادی که در اون پروژه حضور پیدا کردن باشون مصاحبه کردم، حالا خودم یا رفتم گشتم پیداشون کردم یا اینکه خودشون دایرکت دادن و گفتن میخوان داخل اون پروژه میخواستن شرکت کنن و شرکت کردن، هنرمندان خیلی
یه تعدادی رو میدونم، دنبال کردم کارهاشون رو و وارد هنر جدی و وارد مارکتینگ بازار هنر شدن، حالا داخل هر سطح و اندازه‌ای که هستند. این دوستمون نوشته بود که مشکلی با پخش صداش نداره، اما دوست و هنرمند من یک سری محدودیت ها دارم. محدودیت هایی مثل اینکه آقا اگر مشکل امنیتی واسه تو به وجود بیاد، جدا از اینکه عذاب وجدان میگیرم، خب یک سری پروتکل ها رو من مجبورم رعایت بکنم، به خاطر اینکه شما در ایران زندگی میکنید و ایران کشور مستبدی است. در نتیجه تصویر واضح شما میتونه واسه تون دردسر باشه، من مجبورم که یک سری از اخلاقیات رو رعایت بکنم. در نتیجه صورتتون رو محو کردم، هرچند که نوشته بودی که به سیم آخر زدی و دیگه چیزی واسه از دست دادن نداری، شاید چیزی واسه از دست دادن نداشته باشی، اما خیلی چیزها واسه به دست آوردن داری. در نتیجه باید خیلی چیزها رعایت بشه که امنیت و آزادیت و خیلی چیزهای دیگه رو تحت شعاع قرار نده. خلاصه دمت گرم که بعد از اون مصاحبه متوجه شدی باید چطور مطالعه کنی و فقر اطلاعات رو به ثروت فکری واسه خودت بدل کنی. شاید تا آخر عمر نتونم مخاطب موسیقیت باشم، اما این رو بدون که احساس خوشبختی میکنم که رفیقی چون تو دارم. قیمت اجناس تو ایران داره لحظه به لحظه یا روز به روز یا ساعت به ساعت داره بالا میره. امروز کلن تو بقالی ها هستیم، بریم تو بقالی و چند سوپرمارکت تو چند شهر ببینیم قیمت اجناس چطوره. دو پاکت دیگه میخرم هر روز. علی آقا چند دارم اوترا؟ هست 11 تومن 15 تومن. خب آزاد چند میدی؟ آزادش چند؟ آزاد 15. آزاد 15 درسته؟ من اینو شما امروز نبودم، هفته تیر بودم، امروز اینو من آزاد خریدم 18000 تومن. 18000 قیمت هم فرق میکنه، مغازه به مغازه قیمت فرق میکنه. مغازه روی داره میده 17 تومن. آقا داره میده 15 تومن. دولتیش دیگه آره؟ دولتی هم 11 تومن. دولتو نداری دولتی که؟ دیگه موقع هست، یه موقع نیست. از زمانی که به دلیل وجود سانسور و استبداد در ایران شهروند خبرنگاری جان گرفت، خیلی از معادلات رسانه عوض شد. دیگر رسانه ها مانند گذشته نیستند که هرچی میگفتن شما گوش میکردید. الان این شما هستید که در تهیه محتوای رسانه ها نقش مهم و کلیدی دارید، مثل همین برنامه که کلش بر اساس گزارش هایی که شما تهیه و ارسال میکنید ساخته میشه. بعد اگه همین هایی هم کلا باشه قیمت به چه صورت هست؟ یعنی روغن هایی که الان تو بازار هست که مثلا الان داریم اونا هم هر چیزی دوست داره میفونه شده نیست یه چیزی آره نیست یه هر قیمتی که الان 5 کیلو میاد 150 تومن تو بازار، تو بازار 5 کیلوشو میان 150 تومن. مازادا 60 تومن بود شده 89 50 مثلا. دو مازادا 30000 تومن رفته درست. یعنی توی خرید قبلی تا خرید جدید تغییر دیگه جدید چه قیمت نمیاد هر چیزی دوست داره. آره فروسش دوام میشه گفت چقدر میشه خرید تو قیمت جدید؟ چند روز میشه درسته؟ یا نه یه هفته میکشه؟ 20 روزی هست. 20 روزی میشه، یعنی توی 20 روز از 80 تومن شده؟ از 60 تومن شده. 89 تومن. گوش و چشماتون رو تیز کنید، ببینید اطرافتون چی میگذره. آیا حقوق شهروندیتون رعایت میشه؟ آیا در شهر و روستای محل اقامتتان زندگی ردیفه؟ حالتون خوبه؟ همه چی اوکی هست یا نه؟ بعد بلند بلند فریاد بزنید و گزارش تهیه کنید و بگید چه خبر. حتما گزارشاتون نباید منفی باشه ها، اتفاقات اندک خوبی هم در ایران میفته. از شهر و روستا و محله ها درباره همه چیز و همه کس خبر تهیه میکنیم، از خبرهای خوب خوب تا خبرهای بد بد. خبر خوب خبریه که حال دلتو خوب کنه.
تو این برنامه قرار نیست مچ کسی رو بگیریم یا کسی رو لو بدیم، فقط خبررسانی میکنیم تا همه ایران و ایرانیان، جهان و جهانیان بفهمند که تو شهر و روستا و محله های ما چه خبره. علی آقا چند شده اینا؟ 28 شما. 28 شما؟ بله. من هفته پیش خریدم 17 تومن. بله 32 تومن شده، نه یه برد این چه وضعیه علی آقا؟ همش هر هفته گرون میشه، هفته پیش 17 تومن، الان 28 شما. هر هفته نمیرسه، هر روز گرون میشه. الان همش یه قیمت یعنی؟ نه فهم میکنه قیمت در قیمت چند خریده؟ قیمت تبری از قیمت یعنی 22 تومن روش زده. این یکی 18 و نیم زده روش. بله. اون انار بزرگه را 1000 تومن با اون انار کوچیک فرق داره با این ولی این با این 1000 تومن اصلا این داده 18 تومن بله یکی زده 22 تومن دوها سن شده؟ دوها دونه 5 تومن شیشه ای ها 3 تومن شده 5 تومن 3 تومن بود 2 تومن بود 3 تومن بود 5 تومن خیاشون 45 تومن 45 هزار تومن؟ وقتی که من بچه بودم در هزار و یک شب یک قصه بس بود، تا خواب و بیداری خواب ناکت سرشار باشد. وقتی که من بچه بودم زور خدا بیشتر بود. وقتی که من بچه بودم بر پنجره های لبخند اهلی ترین سار های سرو آشیان داشتند. آه آن روزها گربه های تفکر چندین فراوان نبودند. وقتی که من بچه بودم مردم نبودند. وقتی که من بچه بودم غم بود اما کم بود.